میدانید که میدانید چه حقوقی رو شاهنشاهان پهلوی به شما دادن و دنبال گرفتن اون حق و حقوقتون هستید و شما شما بانویی که حمایت یا پشتیبانی میکنید از این رژیم ددمنش نمیدونید این رژیم به شما چه توهینی میکنه همون روسری رو که روی سر شما کرده بزرگترین توهینه شما بر علیه پادشاهی که تاج بر سر شما گذاشت بسیار خوشبختم که چندین سال پیش اولین بار این جمله رو در رادیو صدای ایران که مهمان برنامه آقای سیاوش آذری بودم در چنین روزی گفتم گفتم شاهنشاه مهر اون تاج رو بر سر زن ایرانی شهبانو فقط نذاشت بر سر زن ایرانی گذاشت و شادمانم که الیازر شهبانو عین همین جمله رو در کتابشون مرقوم فرمودند افتخار میکنم به وجود چنین شهبانویی که ایشان هم تاکید کردند که این تاج بر سر زن ایرانی بود ای زن ایرانی کسی رو که تاج روی سرت گذاشته هاش دشمنی میکنی کسی که روسری روی سر تو کرده کسی که تو رو کتک میزنه به تو توهین میکنه نام ضعیفه بر تو گذاشته ای زن ایرانی چطور تحمل میکنی چطور این همه ناسزا این همه کتک این همه بی احترامی رو که از طرف گشت های مختلف میشه تحمل میکنیم تو ای زنی که به عنوان گشت فلان و خواهران زینب توی خیابانها این چنین مزاحم هم جنسای خودت میشی چرا این توهین رو بر خودت میپذیری شما بانوان سازندگان میهن هستید شما بزرگان هستید شما افسرید افسری تو یا که توق بردگی شما فرزندان توراندخت و ایراندختید شما فرزندان ماندانا هستید، شما سازندگان میهنید، شما تربیت کنندگان کودکان و آی... مردان و زنان آینده هستید. شمایید که باید به فرزندانتون یاد بدید جلو این ظلم بیستند. باید بپذیرید به اینها نشان بدهید که این خفت و خاری رو نباید بپذیرند. خودتون نباید بپذیرید تا اونها از شما یاد بگیرند. چرا باید شما اجازه نداشته باشید آنچه که دلتون میخواد بپوشید چرا نباید آزاد باشید آنچه که دلتون میخواد بنوشید یا بخورید چرا اختیار شما باید به دست یه دی ملا باشه که خودشون رو عالم میدونن کدام علم عالم یعنی کسی که علم داره اینها چه علمی دارن اینها به جز فقه و اون شرعیات و اون کتابهایی که مربوط به خودشون هست چه علمی دارن اینها اصولا خارج از اون رو علم نمیدونن اینها از علم فراری هستند از نور فراری هستند اینها طرفدار تاریکی و وحشت هستند به شما گفتم که شاهنشاه رضا بزرگ در روز هفدهم دیما با برداشتن روسری از روی سر خانواده خودش ببینید ای کسی که میگی رضا شاه بزرگ زورگو بود دیکتاتور بود این زورگویی است که کسی خانواده خودش رو هر کاری رو میخواد شروع کنه اول از خودش شروع کنه این زورگوییه همین مورد رو هم داریم در مورد نامگذاری زمانی که رضاشاه بزرگ ثبت احوال رو درست کرد شناسنامه رو در ایران درست کرد تا پیش از اون حسن علی یعنی حسن پسر علی بعضی هم که پدرای معروفی نداشتن اسم مادر میذاشتن حسین قمر نمیدونم محمد لیلی اسم مادرش میذاشتن به سبکی که الان در کشورهای عربی هست و این رضا بزرگ بود که این نام خانوادگی رو آورد چندی پیش میدیدم در یک تلویزیونی یک شخصی که معلوم الحال گفتگو میکرد درباره اینکه رضا شاه بزرگ زور گفته فامیلی خودش رو پهلوی گذاشته پهلوی فامیلی یکی دیگه بوده برخی میرفتن یه فامیلی های معجولی می که خب خوشبختانه با پجوهش که بعضی از پژوهشگران انجام دادن مشخص شده که اونها دروغ گفتن خانواده رضا شاه کجایی بودن چی بوده نامشون چی بوده بخششون پهلوان بودن که اصلا مشخص هست ولی من اصلا این بخش ها رو کاری ندارم میخوام به شما بگم شما که مبتدی یک چیزی هستید آورنده یک چیزی هستید آیا این حق رو ندارید که اولی رو خودتون انتخاب کنید؟ کسی که سازنده و بنیانگذار ثبت احوال هست این اجازه رو نداره که اولین نام رو خودش انتخاب کنه این اجازه رو نداره که نام پهلوی رو برای خودش انتخاب کنه اون نشانه میهن پرستیش بوده که نام پهلوی رو انتخاب کرده که نام زبان پارسیه و باز هم به شما که میگید رضا شاه بزرگ سواد نداشته انقدر دانش داشت که چه نام خانوادگی رو برای خودش اختراع کنه و شما که به دروغ میگید نام خانوادگی یکی دیگه بوده مگر پیش از رضا شاه بزرگ نام خانوادگی وجود داشته که شما این حرف میزنید چه میگید یه نفر اومده اسمش رو گذاشته محمود محمود در اعتراض به اینکه محمود پهلوی بوده اصلا نام خانوادگی توی ایران نبوده اگر اناوینی هم بوده به عنوان سلطنه و دولو این حرفا بوده نام خانوادگی نداشتیم چی از تمدن در ایران وجود نداشته شما یک نگاهی به کشورهای اطرافتون به استانهایی که از ایران جدا شده بکنید برخیشون در شوروی بوده در جایی که چپی ها، حزب توده و دیگران خیلی تعریف میکردن از پیشرفتشون همون استانهای جدا شده ایران را که امروز جمهوری های مستقل یا غیر مستقلی هستن نگاه کنید مردم اونها را ببینید مردم افغانستان را ببینید پاکستان را ببینید جایی که از ایران جدا شده رو ببینید ایران کنونی را مقایسه کنید اصلا قابل قیاس نیست ایرانی که در داخل ایران هست بسیار پیشرفته تر فرم لباس فرم همه چیزش عوض شده با وجودی که 28 سال رژیم خونخار جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که اینها رو به عقب ببره سعی میکنه اینها رو شبیه اونا کنه ولی نیستن چرا؟ به خاطر اینکه پادشاهان پهلوی، شاهنشاهان پهلوی تحولی رو در ایران به وجود آوردن که این بخشی که در داخل این نقشه‌ای که به غلط دشمنان اون رو نام گربه گذاشتن روش در حالی که اون شیره وقتی اینها از همه از خاندان گربه سانان هستن حالا باز مجبورم یک پرانتز باز کنم از گربه تا شیر خاندان گربه سانان هستن خب چرا ما بیایم بگیم گربه کشور ما شیره ما که علامت کشورمون شیر بوده ما که شیر خورشید رو داشتیم خب برای این میگن گربه به خاطر اینکه ما رو از اون شیر شجاع تبدیل به گربه ترسو کنند چرا شیر خورشید رو از توی پرچم برداشتن آرم سیکای هندو گذاشتن برای اینکه از ایرانی که شیر باشه وحشت دارند دلشون میخواد ایرانی ضعیف باشه کی دلش میخواد بیگانه و اینها عوامل بیگانه هستند عوامل بیگانه هستند که در جهت نابودی ایران در جهت دستاوردهای شاهنشاهان پهلوی نابودی های شاهنشاهان پهلوی کوشش میکنه. شما دشمنی آخوندها، ملایان و دست نشانده های قدرت های خارجی به ویژه انگلیس رو ببینید تا کجاست که شاهان قاجار رو حتی شاه میدونند با وجودی که محمد علی شاه رو به علت مخالفتش با مشروطه مردم ایران محمد علی میرزا صدا می کردن. نامی که معمولا به شاهزادگان قاجار می دادند. جمهوری اسلامی اونها رو همه رو شاه میدونه ولی به شاهنشاهان پهلوی که میرسه نام رضا شاه بزرگ رو رضاخان خان میبره دشمنی رو ببینید تا کجاست ترس و وحشت رو ببینید تا کجاست 28 سال گذشته هنوز چون میدونه که شما مردم چیزهایی رو از اون زمان میبینید به خاطر میارید علاقه دارید ته دلتون با سازندگان ایران نوین هست فیلم و سریال بر علیه شانشان پهلوی میسازن سعی میکنن که واقعیت ها رو وارونه جلوه بدن از نظر خودشون هم این این رو قانونی و ش... یعنی شرعی میدونند چون خودشون تقیه رو دارند تقیه یعنی اینکه دروغ بگو یعنی دروغگویی و اینها با استفاده از همون تقیه دارن دروغ به شما میگن واقعیت های ایران رو از شما کتمان میکنند عنوان دیگری رو که در اینجا باید به شما بگم که جمهوری اسلامی به کار میبره و برخی از عواملش به عنوان مثال